فریاد گیرماندگان سیلاب ها در ولسوالی خوشی لوگر. داره نداره شاینه می زندگیشان. سرازیر شدن سیلاب پس از چاشت دیروز، ولسوالی خوشی ولایت لوگر را غرق آب و خسارات هنگفت مالی و تلفات جانی به مردم این ولسوالی وارد کرد. باشندگان این ولسوالی تمام دار و ندارشان را از دست دادند و شمار اندک که از سیلاب جان سالم بدر بردند در فضای باز بدون غذا و سرپناه چشم برای کمک های جهان و حکومت هستند. منبعهای محلی در لوگر میگویند که در نتیجه سیلاب ها شب گذشته در ولسوالی خوشی 20 تن جان باخته و 30 تن دیگر زخمی شدند. دغه دوران که تقریبا فلحال دپاره شل کسه مختلفات لرو چې په دې کې دوه کسه زنانه دي او دوه ماشومان دي او دغسې تقریبا 3000 کوره وران شوي دي او په دې کې نو تقریبا دا همه کورونه دي. با گفته این منبع ها 9 کودک و 2 زن شامل جان باختگان این رویدادند و تا هنوز چندین تن دیگر در میان سیلاب ها ناپدید می باشند. سرازیر شدن سیلاب ها در برخ نقاط دیگر لوگر هم جاده ها و مسیر رفت آمد را مسدود کرده است. مردم بیچاره از این کوسه‌ها که شما می‌بینید همگیش کوچ کردند و خانه خود ایلا کردند و خانه‌شون پر آب است و رفتن در سر تپه اونجا بالا شدند در مکتب و در سر تپه فقط برای خیمه خود آماده کردن خیمه بزنند. و حال امروز هم گفتن که ساعت 12 بجه شدید بارش و سیلاب است، مردم هم زود فقط جان خود کشیده میرن. ما زیاد زمین دیده، ما زیاد چیز دیده، ما خانه ها تخریب شده و دخترها شکار ریزه کتا زن مرد کلی دشت بیابان نانو میجه شیشتن. ما نه سرپناه داریم، نه جای شیشتن داریم، نه جای نون خوردن داریم، هیچ چیز نداریم. همزمان با این، ولایت های ننگرهار، غزنی، میدانوردک، پروان، کاپیسا، نورستان و چندین ولایت دیگر هم گواه سیلاب بودند. درسته و چه ورز و پرلپسی برانون و سیلابون لعمل در نورستان ولایت پیاش میرسیم و که خلکو تا توارون ناوختی دی. در نورستان ولایت در کمدش پا ولسواله که در دقیق سیلابون لوجه زمان 15 لستان هیوادوال شهیدان شوی دی و شترشل و زخمیان دی. در همین حال وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادها میگوید تیم های آنان برای رسیدگی به خانواده های آسیب دیده به ولایت های مختلف از جمله لوگر رسیده و کمک های ابتدایی را برای مردم انتقال دادند. لوگر ولایت د خوشی ولسوالی ده چې هغه کې د پرون مازیګر رئیسی واقعا چې مالی تلفات زیاته اوښتې دي او هیوادوال چې په دغه ځای کې څونه کورونه وه بې ځایه سوي دي او موږ کوښښ وکړئ چې د هلیکاپټر د لارې څخه ماښام مو دغه کورونه دا خلک وژغورو خو الحمدلله هغه وژغورل سوله بلې ساحې ته انتقال سوله چې څه افاته وه چې هغه اوس غټ موټران ورته برابر سوله انتقالیږي. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی هم از نهادهای مددرسان جهانی میخواهد تا برای آسیب دیدگان سیلابهای پسین کمک هایشان را به افغانستان بفرستند. نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول اسلامي هیوادونو خیریه بنسټونو او بشرپال نهادونو څخه هم په عاجله توګه غواړو چې په دغه حساس وخت کې د افغانانو لاسنیوی وکړي او له مصیبت ځپلو سره هر څه ژر چې ممکنه وي خپلې مرستې ونسپموي. با این حال اداره هواشناسی کشور از احتمال باران‌های شدید توان با سیلاب‌های آنی در ولایت‌های شمال شرق و جنوب غرب خبر می‌دهد. احتمال بارندگی‌های نسبتاً شدید با سیلاب‌های آنی در مناطق شمال شرقی، شرقی، جنوب، جنوب شرقی و مناطق مرکزی به وقوع خواهد پیوست. همچنان به روزهای آینده نیز احتمال بارندگی‌های نسبتاً شدید همراه با سیلاب‌های آنی پیش‌بینی می‌گردد. وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادها روز گذشته در یک نشست خبری اعلام کرده بود که در یک سال حضور آنان در نتیجه رویدادهای طبیعی بیش از 1500 تن جان باختند.